در کتاب اعداد باب 21 آیات 8 و 9 می‌خوانیم که خداوند به موسی فرمود یک مار برنزی بساز و بر تیری بیاویز، اگر هر مار گزیده‌ای به آن نگاه کند زنده می‌ماند. پس موسی یک مار برنزی ساخت و آن را بر سر تیری آویخت و همین که مار گزیده‌ای به او نگاه می‌کرد شفا می‌یافت. همچنین در انجیل یوحنا باب 3 آیات 14 و 15 می‌خوانیم همانطوری که موسی در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. نکات آیات بالا را به طور جداگانه چنین میتوان مشخص و بررسی کرد. 1. قومی که به گناهکاری خود ادامه میدهد. 2. دعا و درخواست موسی از خداوند برای بخشش ایشان و هر کس نگاه کند و بپذیرد زنده میماند. همچنین شفا و نجات به واسطه دیدن و پذیرفتن حاصل می شود و نگاه کردن به پسر انسان و ایمان به او شفا و نجات می بخشد و در آخر نتیجه نجات توسط ایمان به عیسی مسیح حیات جاودان خواهد بود. حال هر قسمت رو بیشتر باز می کنیم. نکته اول درباره قوم اسرائیل است که دچار گناه شده و به گناهکاری خود ادامه می دهند و می بینیم که نتیجه این گناهکاری مرگ توسط مارهای سمی است و این مارها در حال حاضر به جز گناهان بسیاری نیست که باعث هلاکت ما خواهند شد. در قسمت بعدی دعا و درخواست موسی و شفاعت او نزد خداوند برای بخشش گناهکاران مارگزیده می باشد و این به ما نشان می دهد که نیاز به شفیع داریم و دعا و شفاعت او می تواند ما را از مرگ و هلاکت به واسطه گناهانمان نجات بخشد. در نکته بعدی متوجه می شویم هر کس بپذیرد که گناهکار است و نیاز به شفاعت دارد زنده مانده و شفا خواهد یافت. بدون پذیرش اینکه گناهکار و مارگزیده هستیم و نیازمند نجات، هیچگاه از مرگ رهایی نخواهیم یافت. پس ابتدا باید بپذیریم گناهکاریم، سپس ایمان آورده و نجات را دریافت کنیم به واسطه پذیرش گناهکاری و بعد از آن ایمان به عیسی مسیح و نگاه کردن به کاری که او بر روی صلیب به خاطر گناهان ما کرد، فیض نجات را خواهیم یافت و تنها شفاعت عیسی مسیح ما را به حضور خداوند و ملکوت او وارد کرده و در نتیجه حیات جاودان خواهیم یافت. وقتی که توی عهد جدید عیسی مسیح درباره این صحبت میکنه که همجور که در بیابان قوم اسرائیل اون سمبل رو خداوند بهشون داد و اون مجسمه مفرقی یا برنجی از مار درست کرد موسی طبق دستور خداوند و هر کسی که به این نگاه میکرد نجات پیدا میکرد و شفا میافت، و از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به اون ماری که در بهشت اومد و آدم و حوا رو فریب داد و بعد انسان فرو افتاد، میبینیم که واقعا یک ارتباطی در اینجا ایجاد میشه در ذهن انسان که در واقع گناه توسط مار در انسان و در زندگی انسان وارد شد و او رو از فردوس و از حضور خداوند فرو انداخت و این مار باعث شد که مرگ بیاد و قوم اسرائیل در بیابان توسط این مار گزیده می شدن و می مردن و خداوند از خود این مار سمبولی درست کرد و گفتش که هر کدوم از شماها که به این نگاه کنید در واقع شفا می یابید. نه اینکه اون مجسمه کاری می کرد، بلکه ایمان کسانی که به این نگاه می کردن و شفا می یافتن اونها رو شفا می داد. و همجور در عهد جدید میبینیم که عیسی مسیح این رو مثال میزنه برای انسان که اولا بیاد بیارید که چگونه از فردوس رانده شدین توسط این مار، و دیگر این که بیاد بیارید که خداوند چطور اون رو به صورت مجسمه برنجی بر روی عصا قرار داد و گفت هر کس به این نگاه کنه شفا پیدا میکنه، و چقدر امروز هر کس
به عیسی مسیح که به خاطر کفاره گناهان بر روی صلیب، اگر صلیب رو به اون عصا تشبیه بکنیم و عیسی مسیح بر روی اون صلیب جان خودش رو داد و هر کس به اون با ایمان نگاه کنه شفا خواهد یافت و نجات پیدا خواهد کرد. و این چقدر ارتباط خوبی خداوند برای ما از عهد عتیق، از زمانی که در واقع انسان رو آفرید، از پیدایش که میخونیم کلام خدا رو که چگونه انسان رو آفرید و بعد فریب مار رو خورد و بعد چگونه در قوم خودش وقتی که اونها رو از اسارت نجات داد در بیابان، این مار فعالیت خودش رو داشت و بعد توسط عیسی مسیح سر او کوبیده شد و عیسی مسیح بر روی صلیب گفت دیگه تمام شد و هر کسی که با ایمان نگاه کنه به عیسی مسیح بر روی صلیب، او نجات خواهد یافت و این چیزی هست که خداوند اون رو برای ما تمام کرد. آمین. و خدا رو شکر که ما میتونیم از کلام خداوند نکات خاصی رو دریافت بکنیم و به صورت ملموس مثالهایی رو ببینیم برای مایی که خب از نظر ایمان نیاز به رشد داریم. این مثالهای ساده چقدر راحت میتونه درک مطلب رو برای ما بالا ببره و آسون کنه. به یادم اومد ضرب المثلی که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه و امروز ما باید یاد بگیریم و بدونیم که به هر ریسمان سیاه و سفیدی چنگ نزنیم و این رو بدونیم که هیچ چیزی نیست جز عیسی مسیح و اون کاری رو که بر روی صلیب کرد و به دنیای مردگان رفت و بعد از 3 روز برخاست و به سمت راست پدر نشست. امروز همه کسانی که به این ایمان دارن نجات پیدا خواهند کرد. و بیاد بیاریم که ما اگر مارگزیده هستیم، از ریسمان سیاه و سفید باید بترسیم و به هر ریسمان سیاه و سفیدی چنگ نزنیم، به هر مکتب و روش که دیگران به ما درس میدن چنگ نزنیم، هر آموزشی که خارج از کلام خدا هست به اون تکیه نکنیم، بلکه به کلام خدا و به کاری که خداوند برای نجات تمام کسانی که به این کار ایمان دارن، همونجور که قوم اسرائیل تمام کسانی که به اون چیزی رو که خداوند برای اونها گذاشت برای شفا ایمان پیدا کردن و نگاه کردن و شفا یافتن، امروز ما هم به اون چیزی که خداوند برای نجات ما و قوم خودش گذاشته نگاه میکنیم و ایمان داریم و نجات خود رو با ایمان دریافت میکنیم. پس به هر ریسمان سیاه و سفیدی چنگ نزنیم که دوباره از همون سوراخی که گزیده شدیم گزیده نشیم و به دنیای مردگان سقوط نکنیم، بلکه در ایمان خود استوار بمونیم و نگاهمون به نگاه عیسی مسیح و دستانمون در دستان عیسی مسیح باشه که او تنها و کاملترین نجات دهنده برای همه قوم بشر هست. آمین. و خدا رو شکر برای این موقعیت و این نجاتی که خداوند برای ما قرار داده. خدا رو شکر میکنیم برای خداوندمون عیسی مسیح که به ما اجازه داده که در کاری که او انجام داد شراکت داشته باشیم و او ما رو دیگه نه به عنوان برده و نه به عنوان اسیر، بلکه به عنوان دوست خود خطاب میکنه و با او برادر هستیم، با او هم ارث هستیم و در همه چیز، اگر در رنج ها با او هم ارث هستیم، پس از رنج ها که در دنیا داریم ناراحت نیستیم، غمگین نیستیم. اگر در شادی های او شاد هستیم، اون چرا که او به ما میده طبق اراده پدر، باز هم در اونها شاد هستیم. پس همه شما عزیزان رو در اینجا به خداوند میسپرم و دعا میکنیم که اون چرا که خداوند اراده میکنه در زندگیمون باشه و غیر از اون نباشه و اراده های ما بر اساس اراده پدر آسمانی ما منطبق باشند و هر روز بتونیم برکات خداوند رو در زندگی خود ببینیم و او رو جلال بدیم. آمین. پس میتونید با ما در تماس باشید با ایمیل برنامه rushdino@y.com و همچنین از طریق سایت برنامه rushdino.org
و صفحه فیسبوک رشدینو با ما در تماس باشید، پیغام‌های خود رو بذارید و از مکاشفات خود ما رو بهره‌مند کنید. همه شما عزیزان رو به خداوند می‌سپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.